بیننده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان، سلام بر شما. امیدوار هستم جور صحتمند و سربلند باشید. با برنامه میهنی من، با من سرور سروش از ولایت زیبا و دورافتاده ولایت دایکندی خوش آمدید. در این برنامه موضوع بسیار مهم و اساسی که ولایت دایکندی با او گره خورده است میپردازیم. همونطوری که شما میدانید، بادام یکی از محصولات بسیار مهم، پردرآمد و شهره ولایت دایکندی است. خشکسالی ها و همچنان آفات و امراض نباتی چی بر سر بادام دایکندی آورده؟ بیننده های عزیز، تا ختم برنامه با ما همراه باشید. ما این موضوعات را از مسئولین و همچنان مردم و دهقانان ولایت دایکندی میپردازیم. دایکندی یک ولایت کوهستانی و زراعتی است که بیش از 80% مردم این ولایت مصروف کارهای زراعتی و مالداری اند. محصولات عمده این ولایت را گندم، جو، جواری، بادام، سیب، انگور و زردالو تشکیل میدهند. اما بادام پردرآمدترین محصول زراعتی این ولایت است. بادام دایکندی یکی از عمده‌ترین فراورده‌های زراعتی این ولایت می‌باشد و منبع اصلی درآمد دهقانان این ولایت را تشکیل می‌دهند. بادام دایکندی از شهرت و جایگاه خاصی در کشور برخوردار بوده و علاوه بر مصرف در داخل، به خارج از کشور نیز صادر می‌گردد. با آغاز فصل سنبله، مردم دایکندی به سراغ جمع‌آوری بادام می‌روند و تا ختم این ماه بادام را جمع کرده و در آغاز ماه میزان بادام کم کم وارد بازار می‌شود. این محصول باقی از اهمیت ویژه‌ای در میان مردم برخوردار است. بادام دایکندی بسیار خوب محصولیه که تقریبا نصف زندگی مردم، بلکه بیشتر بگم که 80% زندگی مردم وابسته با بادام است. وابسته به اینه که بادام دایکندی از اینجا مره در کابل، از کابل مره خارج و زندگی مردم روی امی میچرخه. حاصلات بادام دایکندی به نسبه خوب بودن، ولی متاسفانه که بر اثر کمابی و خشکسالی اونطور حاصلی را که سابق میدادن، فعلا امسال در دایکندی اونچنان حاصل ندادن، به خاطر کمی آبی و خشکی است. نسبت به سال گذشته خریدش کمتر، دیگه تجارا آمدن خریدن و بردن. دیگه مردم دایکندی دیگر غیر از بادام دیگه حاصلات ندارد و خود شما میبینید و میدانید که چند سال است که بر اثر خشکسالی مردم زراعت ندارد، گندم ندارد. کمک کدام جای اگر یک مقدار گندم باشند، حالا شما قریه دشت رو ببینین، یک پو گندم هم در چند سال که حاصل بر نمی داره. فقط استیشان چی بودن؟ یعنی بادام بودن. بادام دایکندی اینداری که شما مستحضر هستید، آب که وجود نداره، اگر یک کمچومی داره، جاهایی که آب بوده یک مقدار بادامش خوب بوده، اکثر جاها بادامش دیگه رو به نابودی بوده، حاصلش کم بوده، خشک بوده، اینطور یعنی معمول نبوده. بله، امسال حاصلات چگونه؟ امسال آینده را میگی؟ نه، امسالی که گذشت گویا. ولی امسالی که گذشتم خوب هم دارید، به طور میانگی اگر حساب کنیم تقریبا 50-50 اگر نه 60% ضرر داشتن مردم، کم میشدن بادامش، کم شدن. ما عرض کردم که آخرین حاصلی این منطقه و این مردم همی بادام بود. بادام یک درختی سخت جان، سرسخت، یک ذره استقامتی در کماوی خوبه. اونو ما هم حالا نفسهای آخر سر میکشه. اگر خدای نخواسته یک سال دیگه امتر خشکی بیه، احتمالاً که بادام هم دیگه بی بادام. 90% 80% از زندگی مردم همین بادام تهیه میکردن. اونایی که داشتن، اونایی که ندارن، خب ندارن دیگه از گوا. اون بادامی که حالا مثلا یک نفر دارد 100 سیر کابل بادام ور میداره، اون روزا 200 سیر 300 سیر بادام بله میکردن. اون هم همون قیمتای روز که مفروختن تقریبا احتیاجه چرا برطرف میکردن دیگه. در قسمت فواید بادام میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. فواید بادام یک فواید صحی و ارزش های غذایی است و یکم فواید اقتصادی برای کشاورزا و برای
مردم و ملت که محصولات بادام دارن. بحث از ما شما روی موضوع صحی و فواید صحی بادام است. از لحاظ طبی و صحی بادام چندین خاصیت بسیار خوب داره، از جمله آنتی اکسیدانت است که خون تصفیه میکنه و از طرف دیگه در کاهش قند خون یا شکر که معمول است بین مردم ما شما متاسفانه که خیلی مریضش زیاد هم است نقش بارز دارم، و از طرف دیگه در تصفیه خون بادام و مواد مغذایی که درش وجود دارد در قسمت LDL خون را کاهش میده و HDL را بالا میبره که باعث کاهش کلسترول در خون میشه. کسایی که معمولا به طور معمول بین مردم مرویجه که شکر میگه چربی خون داره، اینی می میتونه بادام استفاده کنه. بادام بر چربی خون از مشکل نداره و این بسیار مفاد بیشتر داره. و از طرف دیگه از لحاظ مغذی و غذایی بسیار موادهای مغذی در بادام وجود داره، مثل که به جای به تغذیه به اطفال استفاده میشه به خاطر رشد و نموی مغز موثر است. شماری از دهقانان دایکندی که به گفته خودشان سالهای عمرش را صرف پروریش بادام کرده بود و تنها منبع درآمدش این محصول بود، حالا میگوید که حاصلاتش نسبت به گذشته کاهش یافته و خواستار توجه دولت در این راستا می باشد. کمیوی درسته؟ بسیار بادام ها عیب کده، سیلی گرفته، اینا و نمی رسه درشیم، زوریش خشک شده، خشکابی هم برادن جن دیگه هم هم خانه یکو بعضی ها 100 سیر، بعضی ها 50 سیر، بعضی ها 20 سیر، بعضی ها 10 سیر، بالاخره گیرشمه. بازم راضی از خدا، از دیمناک دیالی بهتر شده، دیمناک بادام نداشت. 700 690. شما نامش بگیرین؟ من رقم شاخی بوز مگه، یا رقم عبداللهی مگه، هم سنگکیان. خوشکوی ها شده در این 3 سال خوشکوی زیاد شد، اما درخت های مردم خشک شد. حاصلات میداد، خوب حاصلات میداد، مثل بادام ستربایی، بادام قندزی، بادام کفمل، بادام کاغذی، رقم رقم بادام است، بادام کورگ، در رقم بادام کجک کجک از اونا است، رقم رقم ها. مثلا اینا حاصلات خوب میداد، اگر سال بعد بیه یا مثلا سرما ببره یا زاله ببره حاصل به کلی نیه. کشت زراعت اگر آب بشد، هم گندمش خوبه، هم رشقش خوبه، هم جویش خوبه، جواریش خوبه، همه حاصلات خوبه، هم کچالویش خوبه، همه حاصل میداد، اما به خاطر خشکی حاصل زیاد نداره. اما انگورش به حاصل میداد، اما سیبش حاصل میداد، چارمغزش حاصل میداد، اینال به خاطر خشکی دیگه هیچی. اما لوبیایش حاصل میداد، نخودش حاصل میداد. کشت زراعت در ملک دایکندی در هر مناطقه ولسوالی و ولایت خود دایکندی خوب حاصل میداد. برادر دیگه حاصلات به خاطر خشکی نیست دیگه، که نباشد دیگه نیدی. آنان از مسئولان زراعت میخواهند که جهتی مکانیزه نمودن زراعت و سیستم باغداری و آموزش باغداران پلانهای عملی را روی دست گیرند تا باغداران بتوانند برداشت خوبتری از باغهایشان در آینده داشته باشند. خاص ما از حکومت اولا خود یک امنیتی هست که ما از هر نگاه امنیت داشته باشیم دیگه. بعد از او از خاطر اقتصاد مردم دیگه باید یک تلاش بکنه حکومت هم که می کشاورزی ما خواست بین رفته به کلی دیگه چیزای کشت ما دیگه. من فقط این بادام مندم، بادام در از بین مار اگر در لحاظ آب اگر مونه دیگه از اونا حکومت ها اونا اگر دنبال کنه که می آب تقریبا برای ما جور شنه که می امیق باقی منده مزی از بین نره. ما دمو کوشش مونیم دمو حدی که دقل امو موخ یا امو رقم خودم که یاد داره تقریبا امازوی استفاده در غیر از او دیگه آبی این ترکیم و مستقیم به سابق استفاده میکردیم، چون آب نداریم امازوی تقریبا استفاده مونیم و او را هم توانایی نداریم واقعا که امو را پورا کنیم یا امو
لاین یا پایپ قطری شرا دیگه و دیگه شرا اون مرا چون ما نداریم اگه می داشتیم صد صد از این استفاده میکردیم به خاطر خوشحالی کنه آب اگه بتونه به نحوی اگه فراهم کنه که بیخی کاری نیک خوب میشه. از سوی دیگر مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت دایکودی میگویند که حاصلات بادام امسال این ولایت حدود 20,769 متریک تن بوده که در مقایسه با سال گذشته 31% کاهش را نشان میدهد. آنان علت کاهش حاصلات بادام را خشکابی، سردی هوا و امراض و آفات نباتی بیان نمود. در مجموع تولید حاصلات بادام در سال 1402 به مقدار 20,769 متریک تن بوده و در سال 1401 یک مقدار کاهش یافته، به خاطر که در سال 1401 در مقدار 29,936 متریک تن بوده که تفاوتی بسیار نشان میده که به صورت عموم تفاوت محصولات بادام سال 1402 و نسبت به سال 1401 31% کاهش یافته که دلیل عمده کاهش محصولات زراعتی همین خشکسالی می باشه. سردی هوا و بارندگی های عمو جاله های شدید که در فصل بهار در وقت پندوق و گلدهی بادام که بود، اینا دلیل اصلی کاهش محصولات بادام در دایکندی می باشد. تاثیرش همیه بوده که دلیل کاهش بادام که از جمله 31% کاهشی را نشان میده همین خوشسالی بوده که اگر ما شما در سالی های اشتالای، خیدر، سنگتخت و شهرستان میرامور ها جمله مرکز هم که نگاه بکنیم، بادام هایی که تا 3-4 سال میشه از اثر کم آبی و بارندگی های زیاد نکرده بسیار انتر خشکیده، تقریبا خیلی کاهش یافته، خیلی تاثیر بسیار هنگفت و متضرری ساخته دهقانان بسیار. بله، ولسوالی شهرستان است، مرکز است و میرامور و بقیه ولسوالی هم همون رقم تولید بادام داره، از جمله ولسوالی سنگتخت، خیدیر کمتر داره تولید بادام به سر سردی هوا. دقیقا وقتی که خشکسالی رجوع کرد باز یک مرضی به نام گاموسیس میگه یا مثلا به اصطلاح شلیک میگه، اینا به نباتات خسته سنگی سرایت میکنه. وقتی او به نبات خسته سنگی سرایت کرد، بادام مثلا دچار مرضی میشه و نمو باعث میشه که نبات به خوش کده از بین ببره. در ولایت دایکندی 21 نوع بادام وجود دارد که اکثریتشان از شهرت خاص برخوردار است و بازار بسیار خوب دارد. ولسوالی های شهرستان، نیلی و میرامور بیشترین تولید کننده بادام در دایکندی می باشد و بادام آن به ولایت های کابل، غزنی و سایر ولایت های همجوار صادر می شود. خب در دایکندی شرایط یک آب و هوای مساعد برای درخت نبات، نباتی از جمله بادام. خب در دایکندی 21 نوع بادام وجود دارد که از آن جمله ما عبدالواحدی کاغذی داریم، عبدالواحدی سنگک داریم، ستاربایی داریم، ستاربایی رسا داریم، کف داریم، کف مل داریم و قهربایی داریم، کاغذی محلی و سنگکی محلی داریم که از گفتم 21 نوع وجود داره. از این جمله که بهترین بادام که است عبدالواحدی کاغذی و کفمل و شاخوبزی از شهرت خاص برخورد داره و قیمتی خوبی داره در بین بازار و مردمی ما. خرید و فروش بادام سال 1402 بازار 401 چندان تفاوت نداشته، اما قسم پارسال به همون انداز است. با این همه موضوع بسیار مهم و اساسی روش پروریش بادام است. یکی از دهقانان با تجربه دایکندی در مورد مراحل کاشتن نهال بادام توضیح می‌دهد. او علاوه می‌کند که بادام با آب و هوای دایکندی سازگاری خوب دارند و در مقابل کم آبی نسبت به سایر نباتات مقاومت بیشتری دارد، اما با آن هم خشکابی سالهای اخیر صدمه جدی بر بادام وارد کرده است. و بادام بسیار یک حاصلات خوب است که دایکندی، بالاخره بدون بادام دیگه حاصل خیز دایکندی نیست. این زمین ها نمیدونم که چه رقم زمین، چه فرد رقم که است. بادام از ابتدا اول که است باید کرد چونه ترمای سال نیمی اوکی مثلا یا از پاستر یا از گاتر یک هفته یا دو هفته مثلا یا تر نکنه زمین مثلا 4 خوز زیر خاک کنه بازور برادر جنی خوب
کورت کنه او زمستونم تر است. اول بهار کمی مثلا کمی برف بالا شد ولی کورتخانه دیگه او بالا میشه که بالا شد تا دو سال و دو زحمت دمو بوجودی خود مثلا شخص کار داره که مثلا چه رقم چی کنه از چی چی نمیگه کورت سیاه بده انبر مال بده کورت سفید بده آب بده و دو در دو سال تقریبا می یک متر یک نیم متر بالا میه. باز بالا که آمد بعد او را از اینجا میکشه باز به جای دیگه میشندنه. او روش سه چیز عاملی از است. اول نگی آب است، دویم نگی کود است، سیم نگی باید او بخشی بیل زده شنه و نرم شنه. این سه چیز عاملی از است. چهارم یک عامل دیگه مثلا چهارم که باید سمپاچی شنه. باید هر رقم سم باید زده شنه که او را مریضی و وفات نگیره. شورای دایکندی مثلا امی صاحب مرکز امون البته ولسوالی را نمون امی صاحب مرکز بهترین امی سازوکاری داره به می بادم. یک مثال مثلا خب با حساب خوشسالی خیلی مثلا حاصلات کم شده بخاطر آب نیست درخت آب نخوره خب بارش دیگه اگر بارم بگیره نسبه بار میگیره بیشتر بار نه. با این حال برخی از باشندگان دایکندی میگوید که حکومت همواره از دهقانان حمایت نموده و ریاست زراعت برنامه های مفیدی برای پشتیبانی از دهقانان و زراعت دایکندی را داشته است. دایکندی اکثرا درآمد مردم دایکندی از زراعت بادام است و مالداری، از این دو منبع درآمد داره. دیگه در سال های پسین نظرن به اثر خشکابی یک کمی حاصلات بادام کاهش یافته، اما در مقابل حکومت امارت اسلامی میخواهد که کشت بدیل یزیر برای دهقان فراهم کنه، جاگزین کنه تا بتونه مردم وضعیت اقتصادیش بهبود پیدا کنه. منابع مهمی یا منابع درآمدی مهمی مردم ولایت دایکندی بادام است که البته بادام در جریان چند سال که سه سال تقریبا سه سال میشه که خوشحالی که در این ولایت وجود داره خیلی از مثلا حاصلات ممکن کم شده باشه و از درآمد مردم کاسته شده باشه، منتها باز هم با اون که خوشحالی بوده و درآمد کم شده باز هم یکی از درآمدهای عمده و اساسی مردم ولایت دایکندی بادام است. البته بادام یک درختی است که حاصل چی ممکن در مرور زمان نتیجه بده. مثلا ریاست زراعت با مؤسسات همکار که مؤسسات که در بخش زراعت کار با ادارات دولتی که ولایت دایکندی است، اینا در راستای مثلا بادام و سایر محصولات زراعتی تلاش های خود را انجام دادم. از این که بادام یک درختی است و یک محصولی است که فورا نتیجه نمیده و این همکاری ها و مثلا کارکرده که زراعت در بخش بادام انجام ده ممکنی دو سال بعد یا سه سال بعد بخیر در آینده نتیجه بده که مردم مثلا درآمد چی از محصول بادام بیشتر شود. و ما چونین شاهد هستیم در ولایت دایکندی 25 نوع بادام وجود داره که در این راستا اگر سرمایه گذاری شود بسیار خوب است. باز هم ما از این تلاش های ریاست زراعت در قسمت محصول بادام تشکری مونیم و باز خواهان ازی هستیم که مؤسسات همکاری بیشتر را جذب نماید تا با دهقان و مردم ولایت دایکندی کمک شود تا اینا در کشت زراعت خصوصا در بخش بادام زیادتر اینا سرمایه گذاری شد و کار کنه. بیننده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان، این بود برنامه میهن من که در مورد محصولات بادام خدمت شما تقدیم شد. از اینکه با ما همراه بودید جهان سپاس. تا برنامه دیگر خدا حافظ و نگهدارتان.